سلام، علی هاشمی هستم، به کلاس من یک دنیا خوش اومدید. تو این قسمت قراره در رابطه با رابطه بین شیب خط و تانژانت تتا صحبت کنیم. بریم ببینیم داستان چه قراره. ببین، تا گذشته دور در کلاس نهم ما میدونستیم که شیب خط برابر است با دلتای ایگرگ به روی دلتای ایکس، یعنی تفاضل ایگرگ ها به روی تفاضل ایکس ها. حالا که مثلثات خوندیم و یه ذره حرفه‌ای تر شدیم، میتونیم یه رابطه جدیدی هم بسازیم. رابطه جدید اون چی میگه؟ میگه شیب خط شما برابر میشه با تانژانت آلفا. پس هر زاویه که داشته باشی، اگر بهت گفت شیب خطش رو حساب کن، در حقیقت تانژانت اون زاویه رو به دست بیاری، شیب خط به دست آوردی. حتما احتیاج نداری که دوتا نقطه داشته باشی، اختلاف ایگرگ ها رو بنویسی صورت و اختلاف ایکس ها رو بنویسی توی مخرج. در زمینه میدونی که هر وقت بخوایم معادله خط بنویسیم که مقدار شیب مشخص باشه، یه نقطه ایکس صفر و ایگرگ صفر هم بهت گفته باشه، معادله خط فرمولش بود ایگرگ منهای ایگرگ صفر برابر است با ام در ایکس منهای ایکس صفر. اینا رو که میدونی، از کلاس نهم خوندی، کاملا تکراریه. من فقط اینو به عنوان یادآوری بهت گفتم. حالا با توجه به دانش تانژانت آلفا و دانش معادله خط، بریم ببینیم تو سوال امتحانیتون چه جوری قرار سوال طرح بشه. معادله خطی که با جهت مثبت محور x ها زاویه 60 درجه میسازه. خیلی این کلمه اولیه مهمه. حتما زاویه که به شما میگه باید با جهت مثبت محور x ها باشه. آقا اگه نبود چی؟ صبر داشته باش سوال بعدی. پس حتما زاویه که به شما میگه باید با جهت مثبت محور x ها زاویه بسازه. گفته زاویه من 60 درجه است، پس شیب خط من برابر خواهد بود با تانژانت 60 درجه که میشه رادیکال 3. زاویه شیب خط مد نظر حساب شد چون زاویهشو داشتم. معادله خط میخوام، گفته عرض از مبدا باشه 2. عرض از مبدا همیشه ایکسش میشه 0. اینو میدونی، اگه نمیدونی بنویس. عرض از مبدا همیشه ایکسش برابر با 0. وقتی میگه عرض از مبدا باشه 2، یعنی ایکس برابر است با 0 و مقدار ایگرگ برابر است با 2. الان شیب خطو دارم، یه نقطه هم دارم، میخوام معادله بنویسم. ایگرگ منهای ایگرگ صفر برابر است با ام در ایکس منهای ایکس صفر. پس اون هدف مد نظر که محاسبه ام بود و تونستم با استفاده از تانژانت تتا به دست بیارم. خیلی الان دیگه شما حرفه‌ای و خفن شدین. به جایی که برین دلتا ایگرگ بروی دلتا ایکس حساب کنین، با استفاده از یک زاویه مثلثاتی میتونین مقدار ام رو به دست بیارین. و اما این داستانی که گفتم جهت مثبت محور ایکس رو همیشه تو ذهنت باشه، تو سال بعدی ظاهر میشه. خطی که با جهت منفی محور x ها زاویه 135 درجه بسازه و از نقطه منهای 3 و 5 عبور کنه. وقتی میگه با جهت منفی محور x ها، یعنی خلاف جهت داری شما حرکت میکنی. تو میدونی یه خط کامل برابر با 180 درجه. وقتی 135 درجه اینجا داشته باشم، پس با جهت مثبت محور x ها در حقیقت داره زاویه 45 درجه میسازه. خیلی مهمه، حتما توی سوال باید بگه با جهت مثبت محور x ها. اگر گفت با جهت منفی محور x ها، باید 180 کمش کنی. گفته بود 135 تا، باید بگی زاویه مد نظر برابر خواهد بود با 180 منهای 135 که زاویه من میشه 45 تا. پس تانژانت آلفای من برابر است با تانژانت 45 درجه که میشه 1. نقطه هم گفتی تر را دست درد نکنه، نقطه رو گفته منهای 3 و 5، پس ایگرگ منهای ایگرگ 0 برابر است با ام در ایکس منهای ایکس 0. خیلی راحت منهای 5 آوردم سمت راست، ایگرگ من برابر شد با ایکس علاوه 8. پس چی شد؟ یه بار دیگه برای ساختن معادله خط احتیاج داشتیم به یه نقطه و شیب خط. نقطه رو که همیشه طراح به ما میده. برای شیب خط در گذشته های دور عادت داشتیم که دو تا نقطه بهمون بده که دلتا ایگرگ به روی دلتا ایکس حساب کنیم، یا خود طراح شیب خط رو بهمون بگه. اما در مبحث مثلثات که دیگه ما خیلی حرفه‌ای شدیم، طراح میاد یه زاویه میگه. فقط باید حواسمون باشه اون زاویه که بهمون میده با جهت مثبت محور ایکس ها باشه. وقتی زاویه رو داشته باشم، تانژانت اون زاویه برابر میشود با شیب خط، پس عملا شیب خط رو دارم. اما اگر به من بگه با جهت منفی محور ایکس ها، اون وقت باید حتما اون زاویه رو از 180 کم کنم تا با جهت مثبت محور ایکس ها ساده بشه. حالا که دوباره زاویه رو دارم، تانژانت آلفا رو به دست بیارم که نماد شیب خط خواهد بود، و بعد طبق فرمول ایگرگ منهای ایگرگ صفر برابر است با ام در ایکس منهای ایکس صفر به جواب مد نظرم برسم. بی نهایت سپاسگزارم از اینکه تا انتهای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. خدا نگهدار.